در پی طوفان و باران شدید در ننگرهار خسارات هنگفت مالی و جانی بر مردم وارد شده است. سازمان جهانی حفاظت از کودکان میگوید که در بارندگی‌های اخیر 1500 کودک خانه‌هایشان را از دست دادند. این سازمان در گزارشی می‌افزاید که حدود 1.36 میلیون نفر از جمله 858,000 کودک در ولایت کنر، لغمان و ننگرهار در رویدادهای طبیعی اخیر متاثر شدند. کودکان افغانستان ده ها سال رنج را متحمل شدند و سیلاب‌های ویرانگر بارها در این کشور ویرانی به بار آورده است. در بارندگی‌های اخیر در ننگرهار 1500 کودک خانه‌هایشان را از دست دادند. در حال حاضر افغانستان از بدترین بحران انسانی در دهه‌های اخیر رنج می‌برد. بر اساس گزارش این نهاد، یک مرکز مهاجران عودت کننده در تورخم نیز در رویدادهای طبیعی اخیر آسیب دیده و حالا رفع نیازهای موجود به برنامه‌ریزی دراز مدت در برابر بحران تغییرات اقلیمی نیاز دارد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی نیز روند رسیدگی به آسیب دیدگان را آغاز کرده که در گام نخست کمک‌های نقدی کرده و گفته است که کمک‌های بیشتر به آسیب دیدگان صورت خواهد گرفت. اوسمر اتکل داشتید چې څلور سو کور توان ورته رسیدلی دی، خو بیا هم که هر سو نو موږ پر کور باندې خپل د توان سره سم وریجو غوړیو وړو کمپلانو او خیمیو هر څه ضرورت چې هغه انشاءالله ورکوو. آسیب دیدگان خواهان کمک های بیشترند و میگویند آنان دار و ندارشان را از دست دادند و کمک های انجام شده را بسنده نمیدانند. دغه توپان چراغ از ما وخت کورنۍ پکې شهیدان شول او زده رئیس الوزرا څخه ډیر خوخي ما چې ما سره همدردی وکړه. آسیب دیدن شبکه های مخابراتی و تخریب برخی راه های مواصلاتی در این رویداد طبیعی دسترسی به مناطق آسیب دیده را دشوار کرده است. به گفته نهادهای بین المللی، تغییرات اقلیمی و فقر بیش از هر قشر دیگر در افغانستان بر کودکان تاثیر منفی گذاشته است.